بر همیانان ارجمند شاهین نژاد هستم، همراه دوست گرامی شهرام آریان در یکی دیگه از برنامه های تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران در خدمتون هستیم. برنامه ای که یا سلسله گفتارهایی که بیش از 30 نشست و تا حالا ما داشتیم و تقریبا به پایانش داریم میرسیم، همچنان که هم انصاف حکم میکرد و همین که چند نفر از شما هم میهنان سفارش کردید به جا بود که یکی دو نشستم در مورد تحلیل آنچه که پس از انقلاب رخ داده داشته باشیم و بهش بپردازیم، چه آنچه که در ایران گذشته و چه آن چیزی که در قالب مخالفان حکومت در بیرون ایران تو این سالها سپری شده، و برای اینکه کار رو بتونیم به انجام برسونیم فکر کردیم که باید تو این زمینه ها هم سخن بگیم. امروز میپردازیم به آنچه که عمدتا پس از 22 بهمن 57 در کشور رخ داده، جلوه و تبلور اون چیزی که تاکنون صحبتشو کردیم پس از انقلاب به چه صورته، چگونه میشه که جمهوری اسلامی ماندگار میشه و مسائل از این دست. میکوشیم باز سخن در سطح کلام باقی بمونه و جستار تا جایی که ممکنه تحلیلی باشه و وارد مسائل جزئی و خورده قضایا نشیم. شهرام گرامی درود بر تو و رشته سخن رو بهت میسپارم. روشان جان درود بر بینندگان. بله این حالت دینامیک داره، من خودم نمیدونم به تو چه اندازه نیازه یکی دو نشستی که بگیم تا لب داستان گفته بشه. یکی دو برهه باید پس از انقلاب شکافته بشه، اما توی خورده کاری ها لازم نیست آدم بره، چون جز تخریب که چیز دیگری نبوده کما بیش. حالا اگه کار عمرانی هم برخی جا شده ولی فوق‌العاده آشفته و بی سر ته بوده. یه سری بریم با شیر سکرین که کارمون آغاز کنیم. بله اکنون آقای اسفریده میشه. بله. بله این ماهای پایانی بود که برشمردیم، البته هیچ وقت ما رویداد شماری نکردیم، همون براهیخته گفتیم، ابسترکت گفتیم، اما کار بونجا رسید که بعد از اینکه شریف مامی اون صحبت‌های بی ربط و چلو کبابی همیشگی رو پیاده کرد و خیال کردن که از طریق نمیدونم صحبت با این روحانی و با اون روحانی و اینا میشه این دیگ انفجاری رو آرام کرد که تو لایه‌های اسلامی یک جوشش واقعی گرفته بود توی اون سالها، از تو اون ناسازگاری که بود میونه پیشرفت کشور و سلیقه اونها. اما مهتران قوم و روشنفکرها، من عرض کردم، تا به امروز مسئله اصلا نه ازش آگاهن، نه خبر دارن، نه دینامیکی ازش، نه مدل، هیچ گمان میکنن این داستان سر درگیری نم روشنفکر بازی و نمیدونم کمبود دموکراسی و نمیدونم توطئه فرنگ و اینا، این ترکیدن تا امر به امروز. بنابراین هنوز به اون اصل داستان نگاه نمیکنن که واقعا تراشیکه این مطلب. به هر حال شریف امامی هم اینجوری فکر میکرد. دست آقای عصاری داده شد که همه میدونن داستان چی بود. شاه نیرو تصمیم گیری نداشت و یکی رو میخواستش که نسیخ بسوزه نه کباب، یه جوری یه خورده با مردم مثلا سخت بگیره ولی کسی هم به اون صورت کشته نشه فلان، شاید داستان آروم بگیره. حالا ببینیم چی میشه، که اینم مثلا کار نمیتونست بکنه برای اینکه دیگه انفجاری بود و نیروهای اسلامی انفجار اون دیگ و دگرسازی بنیادی و بازگشت به دوران پیش از رضا شاه رو، یعنی اون سیری رو کشور توی 14 قرن یا دست کم 10 قرن داشته بود رو میخواستن. برنامه آشکاری هم داشته، با این همچین روشی نمیشد کاری که میشد. آشتی ملی هی میگفتن و آتش بیارای معرکه رو هر روز دوباره از زندان رها میگیدن، واقعا مسخره بود و نشون میده که مهتران قوم ایران هیچ شناختی از جامعه خودشون ندارن، تا به امروز هم ندارن تو اپوزیشن. بعد شاه به این باور رسید که خب همه به من میگن که به خاطر کمبود دموکراسی بوده، یعنی اون مخالفای کرواتی نه آدم خورا. بسیار خب، پس من عقب نشینی میکنم، میسپارم به آقای بختیار. حالا قبلش تو صحبت با صدیقی، نمیدونم با سنجابی،
که من به خاطر کاری که انجام شد انجام داد رو ایشون نام کریم دیوونه رو گذاشتم و اون تخریبی که انجام داد اون مرد واقعا باور نکردنی. به هر حال در پایان شاه سپرد به بختیار. بختیار هم گفتش که آره با همین شرایط من دوست دارم شما از کشور بره بیرون که اگه التهابی هم هست کمتر بشه، من میدونم و این سیستم. و صدیقی اینو خوب نمیخواست. صدیقی آدم واقع بین جامعه شناس بود، میگفتش که چی ایشون بره بیرون، تمام ارکان ارتش و سازمان های امنیتی شهر بادین هم رو ایشون متمرکز شده، ده ها سال دست که 15-16-20 سال به ایشون همش گزارش داده شده، گزارش ها متمرکز بوده، تازه شاید به گذار زمان متمرکز ترم شده. ایشون کجا بره؟ چجوری ما میخواییم این دیگه انفجاری رو آرام کنیم؟ اما خود شاه که متزلزل بود و سرگیجم گرفته بود که از واکنش قوم و عرض کردم درستم با قوم کمیونیکیت نمی کرد، همرسانی نمی کرد. من اون پیشنهاد رو گفتم که باید میمد جلوی تلویزیون چه صحبتایی میکرد که همه یه بار اصلا بفهمن چه خبره، خودشم بفهمه چه خبره، که هیچ این کارا انجام نشد. و نوبت به بختیار رسید. بختیار هم که مرد شریفی بود، اما یک آینه بسیار جالبی رو گرفت جلوی تصویر یا چهره اون اپوزیشنی که از 28 مرداد به این ور همش نعره میزد که شاه نمیذاره که ما سوئیس بشیم. چون اومد همون کاری رو کرد که اونا دوست داشتن. که از شگفت آورترین کارها این بود که ساواک رو از کار انداخت. یعنی در آستانه ترکیدن اون دیگ، مهمترین دستگاه گردآوری آگاهی که میتونست هم به عنوان گردآوری آگاهی از مجامع خطرناک اون تاریک خانه های اون نیروهای اسلامی و هم بازوی انجامی کار کنه، حالا آقا میخوای خب رؤسای اصلش رو جایگزین کن یا نصفشون رو، یا مثلا گفتن نداره. بختیار که عرض کردم مرد شریفی بود، بهترین نمونه روشنفکر ایرانی در جهان هپروت به سر برنده بدون ارتباطات با جهان واقعیات بود. یعنی تازه بهترین با فلسفه نجومی بهترینشون بود، یعنی یه موی ایشون به صد تا اون کریم دیوونه میارزید، یا شاید بهترینشون بود. آدمی بود که پسر ملاک سنتی بود، هنوز شاه میفهمید و وزیر میفهمید و ادب میفهمید، یعنی میخواست که داستان رو نگه داره. ولی بس که این روشنفکرهای ایران خودشون تو این جهان مالی خولیای مالی خولی نباید بگم، ولی گسسته از واقعیات به سر برده بودن و این سخنها رو های خود گفته بودن که همینچه تقصیر شاهی، کم کم دیگه خودشون هم باورشون شده بود که تنها مشکلی که این کشور داره اینه که فقط ساواک و اون شاه. حالا غافل از این که طبق اون آنالیزای دراز ما، تنها چیزی که اون کشور رو نگه داشته و جلو برده اون ساواک و شاه. چون تو اگه میخواستی دموکراتیک از قدیم کار کنی، کار میشد دموکراسی پاکستانی که ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم. حالا اون گله ها هم که میگفتن شاه 3-4 سالی بود دیگه میتونست تحویل قدرت بکنه، دیگه ادامه دیکتاتوری لازم نبود، به یه جای دولت رسیده بود، داستان درازی. اونو بعد یه برنامه یه موقعی برای خودش بشکافیم که آیا واقعا اشتباه شاه بود که مثلا از سال 50-51-52 مثلا اون موقع مثلا بختیار اینا رو دعوت نکرد و گفتش که میخوام بهتون تحویل بدم، دیگه از این بعد هرچی شد شد. آیا واقعا پیش از این که از بختیار بگذریم، اشاره کردی به یکی از اشتباهات بسیار ضربه زننده بختیار در انحلال سازمان اتحاد امنیت کشور، اونم تو روزهایی که بیش از هر چیزی بهش نیاز بود. آره اون روزها اشتباهات بختیار اون 100% بزرگترینش بود، ولی اشتباهات بزرگی دیگری داشت. اینی که سانسور رو از روی تلویزیون رادیو تلویزیون برداشت. شما پخش هر گزارش رو تظاهرات تو شرایطی که جامعه ملتهبه، به شدت فریب خورده است، به شدت تحت تاثیر بی بی سی و بقیه نهادها داره خودش رو به خودکشی میره، دیگه رو درواسه کنار گذاشتن و اجازه دادن به رادیو تلویزیون و مطبوعات که هر آنچه که میخواهید بگویید و بنویسید، تو شرایط عادی شاید خیلی خوب باشه، تو شرایط انقلابی عملا شلیک کردن به پای خوده. کسی که نخست وزیر کشور در حال سقوط میشه،
اگر این مسائل رو نمیدونه شاید مشکل هوش داره، من نمیدونم، شاید بختیار مشکل هوش داشته، برای اینکه آدمی بود به هر حال پای صحبتش وامیستاد، اومد نخست وزیر شد، بعدم با خمینی در افتاد در تبعید و آخر جونش هم گذاشت. ولی همچین تصمیماتی امروز شما به یک پسر دیپلم دبیرستانی هم بگی این الفبا رو میدونه، یا باز کردن فرودگاه برای اینکه هواپیمای خمینی بیاد و بعد از شهربانی بخواد و از هوانیروز که آقا به این کمک کنید برید هر جا میخواد مستقر بشه. یعنی ببینید، درست طرف فرانسوی تبار زندگی کرده و زبان فرانسه رو شاید به خوبی فارسی هم صحبت میکنه، شاید هم بهتر، ولی دیگه اینا گسستن از واقعیت نیست، اینا تو مالی خولیا زندگی کردنه. شما مسئولیتی پذیرفتی که اون مسئولیت تقریبا نزدیک به مرگ نخست وزیری حکومت در هفته های پایانی، دقیقا تصمیماتی که شاپور بختیار گرفت، هر تصمیمی که گرفت در حقیقت در جهت شتاب دادن به سقوط حکومت بود. شاپور بختیار در زمانی که جنگ دوم جهانی انجام میشه در کنار نیروهای مقاومت فرانسه علیه آلمان نازی میجنگه. اگر ایشون فرانسوی بود من میگفتم آفرین. ولی به بختیار، شاپور بختیار چه ربطی داره که بیاید و کنار نیروهای مقاومت فرانسه علیه آلمان بجنگه؟ مگه ایران اشغال نشده؟ چرا برای کشور خودش نمیدم چیکاری بکنه؟ ببینید، چیزی که میخوام بگم اینه که بختیار فکر کنم از شخصیتی خودش گرفتاری‌های ویژه‌ای داشت که ما به خاطر اینکه او آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی است و همچنین به خاطر اینکه دو بار توسط جمهوری اسلامی ترور شد و ناجوان مردانه کشته شد، میکوشیم که اونها رو معمولا بهش نپردازیم، ولی اشتباهاتش وحشتناک بوده. به نظر من اشتباهات بختیار از اشتباهات ازهاری یا حتی آموزگار به مراتب کمرشکنانه‌تر بوده، نبوده؟ درسته، ولی موضوع اینجا خود بختیار نیست به تنهای، موضوع اون جهان تخیلی و کودکانه که روشنفکر ایران برای خودشون ساخته بودن و از اون نمیخوام خنده‌دار بگم، از اون شگفت آورتر تا به امروز هم توش ماندن. یه امر ساده مثلا هستش که مثلا به جون رضا شاه میفتن که چرا آمرانه کار کرد و اینها، حالا بعد میان آخرش بعد قاطی میکنن با برخی کارا اشتباهی که مثلا رضا شاه ممکنه واقعا کرده باشه، برخی افراد مثلا اساسی رو هم خودش همجوری گرفته و بدون دادگاه های اساسی که کسی بفهمه کشته، یا مثلا یه سری زمینای مردم میگرفته. اقراقات رضا شاه و کیشاد مثلا 10% از مجموع کنش هاش رو در بر میگیره، اونا رو بزرگ میکنن و 90% اون کارهای نبوغوارش فراموش میشه. یکی از این کارهای نبوغوار این بوده که رضا شاه متوجه شده بوده که دموکراسی تو ایران زودتر از موعد اومده، یعنی اینکه اول باید یه چند ده سالی دولت آمرانه انجام میشده، مثل تاریخ اروپا قرن 16 و 17، بنیادهای این کشور ریخته میشه، نظر فرهنگی گشایش‌های اساسی انجام میشده، این دین ابراهیمی مهار میشده، جامعه تو نسل دوم و سوم آن کادر تربیت میشده، ارتشش، اداراتش، پیروی از قانونش، پرداخت مالیاتش و اینها، و بعد به مردم دموکراسی تحویل داده بشه. شما اگر در یک مرتبتی که یک جامعه با یک دین ابراهیمی توسعه نیافته دموکراسی بیاری، همون تئوری دموکراسی پاکستانی میشه. ولی روشنفکرای ایران تا به امروز مطمئنن، یعنی بخش قابل توجهشون، حالا یا اونه که وان چپ ملی و چپ اینا، اونا تا به امروز مطمئنن که اگر رضا شاهی نمی اومد و دولت آمرانه نمی اومد، مجلس مشروطه عالی عمل میکرد و ایران الان یک کشور پیشرفته و صنعتی میبود به جای اون که مثلا پهلوی. یعنی کسایی که الفبای مطلب رو نمیفهمند و توی تخیلات آرزوهای کودکانه تخیلی به سر میبرند و دو تا چهار تای گذر تاریخ و دینامیکش رو نمیفهمند و نیازهای اجتماعی دینامیک تاریخ رو نمیفهمند، اینا وقتی خب میاریشون سر کار مثل اون لحظه همین کارو میکنن. حالا یکی ممکنه بگه که اگه بختیار 4 سال 5 سال زودتر می آوردن سر کار، اون بحثی که ما نمیخواستیم بکنیم ولی من یه سر کوتاه بهش میزنم، و ایشون اون موقع همین کار رو میکرد، ساواک منحل میکرد، ایطوری میکرد، اوطوری میکرد، سانسور کامل برمی داشت، چی میشد؟ من یه حرف خیلی خنده‌دار میزنم، شاید یعنی
عجیب و غریب تو چش گوشه شنونده، سال 50-51 هم که ایران در حالت ثبات کامل بود همین کار رو میکرد، از امروز به فردا باعث یه بحران میشد، چون جامعه هنوز اونجوری پخته نبود که اینا دوست دارن این روشنفکرای ایرانی. همون نیروهای اسلامی که رشد پیدا کرده بودن و سال 55-56 بالت پیشا انفجاری رسیده بودن، اونا تو سال 50 هم وجود داشتن، فقط فشارشون پیشا انفجاری نبود هنوز. اگه به گوششون میرسید که یکی اومده ساواکو برداشته، سانسور برداشته، خیلی سریع وارد عمل میشدن و با تخصیص احزابی همونجا مشکلات شدید ایجاد میکرد. البته این مشکلاتی که به اندازه مثلا سال 42 یا ممکن 33-32 نبود و شاید دولت از پسش بر میومد و واقعا کشور میتونست یه ثبات شبه دموکراتیک بگیره. ولی عرض من اینه که ایشونو هر وقت میووردی سر کار، کلیشه ای همین کار رو میکرد، بدون در نظر گرفتن اینکه ما تو کدوم سال هستیم. التفات میکنی چی میخوام بگم شما اینجان؟ بله دقیقا. یعنی اینها بس که این حرفا رو گفتن، خودشون کم کم باور کردن. یعنی آقای بختیار رو شما سال 42 هم میبردی همین کار رو میخواست بکنی که باز انفجار میشد. سال 36 هم همین کارو میخواست بکنه، اگه آقای مصدق روانشاد سقوط هم نکرده بود همین کارو میخواست بکنه، همین کارو میخواست بکنه. بابا عزیز من، این تمام این صحبت که یه جامعه ممکنه یه مدتی دگرسازی عامرانه لازم داشته باشه، این تئوری مهمیه تو کشورهای توسعه نیافته. البته ایشون و بقیه روشنفکرای شریف کشور ما چون برای خودشون داستان ساده کرده بودن یا کردن که شما هر آن کافیه فقط به کشورهای اسلامی هم فقط آزادی بدی، خودش راه خودش پیدا میکنه. یعنی مصر دیدیم چقدر خوب پیدا کرد. اینا بنابراین هر وقت میووردی به نظر من باعث فاجعه میشدن، بدون اینکه منظور بایی داشته باشن. منظور بایی در کار نبود. این حالا یه بحث درازه که چرا همه این خاورزمینی های مسلمان تو جهان آرزوهای خودشون چرخ میزنن. اینهایی که این نسخه های این تیپی رو میپیچیدن بدون اینکه با واقعیت های جامعه سرکار داشته باشن، امروز تو سال 2021 حتی دموکراسی امریکا، دموکراسی آلمان، دموکراسی فرانسه هم میدیدن که متوجه میشدن که همه چیو نمیشه با عینک آیا دموکراسی هست یا دموکراسی نیست نگاه کرد. برای اینکه تو کشور توسعه یافتم الان ببینیم به یک ابتذالی از دموکراسی رسیدیم و دروغ و خیانت و فریب و تحمیق مردم الان اصل اوله. بازم رای گیری میشه، رای گیری هم ممکنه جابجا بشه، رسانه ها در خدمت گروه های ویژه‌ای هستن، اونها میان خط و میدن. منظور من این است که شرام ترسیم این که حالا امروز ما بیایم همه سازمان امنیت رو منحل کنیم، مطبوعات همه رو بگیم آزاد کنن، هر کی خواست به شام حمله کنه فوش بده، عرض کنم خدمتون فرودگاه هم بازه، هر کی خواست بیاد هر کی خواست بره، همچین فضایی میخواد که چی برای ما بیاره؟ چیزی که میگم پیشرفتش هم هنوز الان امروز تو سال 2021 کلی اگه و اما درش هست. میدونم از من فقط این بود که چون روانشاد بختیار هر فقط ازش میپرسیدن که شاپور چرا این کار رو کردی که همه چی بپاشه، یعنی از میان برداشتن ساواک و داستان سانسور بشه سایدی که این همیشه برمیگشت میگفتش که بله بله، چون دیگه دیر شده بود. چون شاه قبلش همه فرصت ها رو سوزونده بود، مردمم عصبانی فلان بیزار، دیگه موقعی که دیگه ماشین داشت میرفت تو دره به من سپردن، من با فرمون چی کار کنم؟ بنابراین این من اینو به خودم اجازه دادم که بگم که ایشون رو اگه حتی سال 54 هم میآوردن، 52 هم میآوردن، 48 هم میآوردن، هر وقت میآوردن همین کارو میخواست بکنید دیگه. درسته که اون موقع ثبات بیشتر بود و حتی یه احتمالی بود که اصلا داستان عاقبت به خیر بشه، مثلا اگه میره سال 49 تا 53 میوردنش که بهترین موقع بود، ولی چون فقط میخواست ضربتی همیشه همین کار رو بکنه بدون در نظر گرفتن اینکه ما تو دیتیل و تو خورده کاری ها کجا هستیم. به شانس بستگی داشتش که عاقبت به خیر بشه یا با کله بره تو دره. میخوام بگم روشنفکرای ایران اینو عرض من این بود که نه شناختی از جامعه خودشون دارن، یعنی صفر را صفر، نه از روندهای تاریخی اروپا اصلا خبر دارن که این الگوی کار بوده که چجوری دوران عامرانه رو گذرونده، بعد پا گرفته، بعد دینش رفرم کرده، چون این کرده چنان کرده، بعد این مدل انسان نو رو که برساخته، بعد دموکراسی رو اون سوار کرده و اونه که داره کار میکنه.
اینا از اینام که به حمدالله خبر ندارن درست حسابی، اگه هم چیزی خونده باشن هیچ وقت نفهمیدن، جامعه خودشون هم که اصلا نمیشناسن، تاریخ ایران رو هم نخوندن، تاریخ ایران هم به حمدالله نمیشناسن. یعنی با بختیار صحبت میکردی اصلا از این مسائلی هم هسته سخت اسلامی در داخل جامعه 15% 20% چنینن چنانن اصلا خبر نداشتن، برای این حرف مهم نبود. این روشن فکر امروز ما فقط میگفت آقا زود تون سر این پیچه رو باز کن، آزادیه رو بیار، تو میبینی خودت اینجا آباد میشه. بعد اگرم هر وقت منفجر میشد، مثلا گیروم سال 50 میووردنش میگفتن شاپور درستش کن، اینم باز میکرد و همون موقع هم داغون میشد یا یه دموکراسی پاکستانی میشد. با اینکه سال 50 دیگه خیلی وضع بهتر بود تا مثلا سال 35 45، درست، ولی اگه بازم میووردن، بازم باز میکرد و بازم پاکستانی میشد یا منفجر، می چی میگفت؟ دوباره میرفت تو تبعید. این بار دیگه نمیتونست بگه که به من موقعی دادن که دیگه من اتوبوس داشت میرفت توی دره دیگه دادن که فرمون کار نمیکرد. ولی این بار به هم میگشت میگفت که آقا اگه اون 28 مرداد نشده بود و ما گام به گام رفته اون جلو، اون موقع میفهمیدی که دموکراسی چوری کار میکنه. اینا انقدر بغض ها رو فشرده، مورد سال 50 دارم میگم، اگه 50 باز میکرد بهترین موقع، بغض ها انقدر فشرده شده بود دیگه نمیشد. سال 45 هم بهش میدادی همین حرف رو میگفت، 35 که میدادی همین، 28 مرداد هم نمیشد دستش میدادی، یا روانشاد مصدق شکست میخوردن که 100% میخوردن، یا 95 میخوردن پاکستان میشد، پاکستان رفرم نشده، هیچ کاری نشده بود. برمیگشتن میگفتن اگه این مرد رضا شاه این کارو نکرده بود درست میشد. بعد اینا رو باید تو تاریخ ورشو میبردی، میداشتی میبردی تا پیش از رضا شاه، بعد میگفتی حالا بکن. اون نکته خنده دار اینه که اون موقع هم دیگه اصلا چون خبر نداشتن که چه گشایش های مویستره، با انتظارات بسیار سطح پایین یه مش آدم قاجار کتک خورده اصلا کشور به تجزیه میبردن کاملا. اینا نمیدونم این خاورزمینی ها یا مسلمون مغزشون چشونه، اینا قوت انگارش ندارن. من هنوز نمیدونم چرا، یعنی یارو از درون زندان خودش نمیتونه بیاد بیرون و تصویر بزرگو ببینه. انگار مثلا اون یکی که میگه ما یه مدت آمرانه کار کنیم یا نصف آمرانه کار کنیم، مثلا انگار مثلا خصم جانه، مثلا دشمنی داره با کسی. خب اونم با عیز من، اونم آزادی مطلق آخر بر هم میخواد. اینا من هنوز نمیدونم چشونه، ولی اگه امروز فهمیدم بهت خبر میدم، یه برنامه میذاریم. برای تو اروپا اینجوری نبود، اینجوری نبود. خب حالا از این روان شدم بگذاریم که من روی هم رفته ایشون رو یه انسان بسیار شریف ایرانی میدونم و این چاله فکری که اینا توش هستن، روشن اندیشان ایرانی، که این باید برای عمومی آنالیز بشه، این گناه یک نفر نبود. از ایشون گذشت و دیگه همونی شد که شد و امام اومد و فرود آمد و مردم هم میلیونی بهش پیوستن و در حقیقت همون جوری از گزند پهلوی دوم از خودشون آسوده کردن، که مثلا پیشتر هم وقتی متفقین پهلوی اول رو میبردن جشن میگرفته. که حالا دوباره اگه از روشن فکر باشه میگه بخاطر کمبود آزادی بود، باید آزادی میدادی قشنگ پاکستان بشه بعد درست میشد. حال امام امت اومد و آقای بازرگان. حالا آقای بازرگان هم یه آدم بود مدل خودش دیگه، حالا ما پشت سرشون هم نمیخوایم بد بگیم، ولی در حقیقت نمود ایرانی موالی خودشو گم کرده و بیچاره بود. میدونی باهاش صحبت کرده بودن و ایشون گفت که کلی سالهای سال اندیشیده و با خودش ور رفته تا آخر بفهمه که ایرانی نیست، بلکه در درجه اول مسلمانه، بعد ایرانی. اینقدر دیگه فکر همون موالی خیلی واژه خوبی، موالی قابل ترحم، یه موالی کتک خورده دیگه. من رو امام خیلی بشه حساب بکنم، قیافه جدی رو نگاه کن، این شوخی نمیفهمه، اندیشش اسلامی بود، ولی اون جدیت شاید از همون ایرانی کلاسیک بیشتر به ارث برده تا اون موالیه، چون دستگر میدونست چی کار بخواد بکنه و شوخی هم نمیفهمید. حالا به حال امام اومد و گفت آقا من یه طرح خیلی ساده دارم، یه طرح خیلی خوب، ما میخوایم هرچی رو تو این 50 سال رشته شده پنبه کنیم. و این کار رو سپردم به این نابغه دیگه، یعنی به عنوان اولیش به نام آقای رجایی، که الان اون هوش مادرزادی رو که میگفتی من یه خورده ناخرسند بودم، چون میگفتم اگه تهمتی ما بزنیم که روانشاد بختیار بند کافی هوش نشده، به این چی بگیم اون موقع؟ با آقای رجایی چی بگیم که موقع دیگه حماقت و سفاهت از سلامت از جمیلش خوبه ایداست.
نماهایی هم که اینجا الان دیده میشه خیلی جالبه که اون مثلا قیافه‌های شست و رفته زمان پهلوی ما چند تا عکس برگردیم عقب جلو ببخشید ببین مثلا این نماها مثلا الان مردم تمام خوشحالشون برای اینه که موفق شدن این سیستم و یا این نماها رو یا این مدل زندگی رو برچینن و برن تو این که نمیدونم یه توشکی گذاشتن امام نشست روش، اون زیرم رجایده رو قلط میخوره اصلا من چی کار داره میکنه و این نشست کابینه است مثلا با امام. ولی باور کن بیشتر از این که خنده داشته باشه جالبه، برای اینکه یه بخش قابل توجهی از مردم واقعا احساس آزادی میکردن با این نماهای نو. اونو قبلیه رو همش بهش چی میگفتن؟ فرعون میگفتن، تفرعون میگفتن، طاغوت، چون فقط یارو سر و قیافش به سامانه و نشون میده که یه شخصیتی، یه اندیشهی، منشی، چیزی تو این چهره هست. اینه که یارو زیر توشک داره غلط میخوره، خنده های بی ربط، اصلا چه عوضی هست، من هیچ وقت صحنه هیچ معنا نداره. اینو یه بخش بزرگی از مردم واقعا به عنوان قدم به جلو بهش نگاه میکرد. دگرگون شدن این فضا رو آدم مثلا تو این نمای معروف از کابینه هویدا خیلی خوب میتونه تشخیص بده که خب این دولت و اون کسانی که پشتیبانیش میکردن، حالا اون کسی که ما 10% یا 15% چقدر ایران شهری نامیدیم، اون که اونا بودن که با این نماها راضی بودن و خرسند بودن، ربط اصلا به فرنگ هم نداشت. این فرنگی بودن و از فرنگ برآوردن، این که آدمایی بودن که تو ایران بودن که منششون همون ایران شهری کلاسیک بود، حالا جهان مدرن هم برآمده بود و اینا از این مدل زیستن خوششون میومد و مردم بخش قابل توجهشون کهیر میزدن با دیدن این نماها، به ویژه آن 20% هسته سخت اسلامی که ما داشتیم. من گفتم 20% 10% و اون وسط هم 70 تا بود که نمیدونست تو زندگی چی میخواد. تو اون 70 تا هم خیلی ها بودن که شکنجه میکشتن، چون از این مدل شست رفته بودن شکنجه میکشیدن. به هر حال مردم کامیاب شدن که اینو جایگزین کنن با این. خود دیدن این نماها در حقیقت هر گونه توضیح فراتری رو بی‌نیاز میکنه. یعنی شما یه مشت آدم بدبخت و بیچاره رو اینجا میبینی که گرد هم آوردن و خودش هم نمیدونه تو زندگی چی میخواد. شما میتونی دقیقاً مدل صحبت کردنشون، بی نظمی رو که در جلسات وجود داره، بی برنامگی، بی مسئولیتی، بی خیالی رو میتونی از مدل پوشاک پوشیدن تا لبخندهای بی ربطشون نگاه متوجه بشی. تنها کسی که اینجا فقط تو سیستم غلط اندازه آقای فکوری دست چپ، که آدم میبینه به عنوان افسر نیروی هوایی اینو مجبورش کردن بیاد اونجا و با این پوشاک خودمونی اونجا بیسته. ریشه هنوز هفت دقیقه تراشیده است و قیافه هم خرسند نیست از اینی که خودش اونجا استاده و یه قدر فاصله هم گرفته با بقیه. این مطلب خیلی جالبه. ولی الان 3/4 کسایی که اونجا استادن همون مدل پرسونلی هستن که تا به امروز هم سر کارن. همون مدل پرسونلی که سر کارن و یعنی آدم هایی که در حقیقت توی این 14 قرن گروگانگیران جامعه ایران بودن به سوی پسرفت و حماقت. خیلی هیچ عیبی هم نداره، حالا مردم خوششون اومد اینا رو آوردن سر کار، این اصلا بیشتر خب خودشون هم فشار آوردن که بیان سر کار، مردم فقط میگه که براشون فرقی نمیکرد. یه نگاهی بندازیم به مثلا سنجش نیروهای نظامی، تغییراتی که شده. این من چه جوری برداشتم که معمولا این اواخر این نماها رو همه میشناسن یا فیلماشو یا نماهاشو، دیگه نباید توضیح بدی کی به کی و اینها. و مثلا یه رژه تیپیک از دوران پیش از انقلاب که بخشی از قوم اون 20% اسلامی هست، سخت اسلامی در هر صورت، از اون 70% هم یه 40-50% به اسم طاغوت و فرعون بهش نام میگذاشتن و اون چی رو که باش جایگزین کردن این بود. یعنی اینکه یک سیستمی که شما حس میکنی که هیچ گونه سامانی توش وجود نداره، هدفی وجود نداره، مثلا یعنی به قیافه این افراد هر کسی نگاه میکنه هر دشمن خارجی وسوسه میشه به اون کشور حمله کنه، چون میگه که خب این چرا میخواد، خب مگه نهید اون رژه نازی ها رو، من حالا عکس ندارم از اون دوران که آدم همچین میبینه اصلا وحشت میکنه از اون نظمی که اونجا میبینه. اینو هر دشمن خارجی ببینه وسوسه برای نقشه حمله میشه، یعنی بگه اگه اینا قرار جلوی منو بگیرن خب من چرا اینجا منتظر وایسادم.
ولی مهم اون نیست، مهم اینه که مردم با این راحت تر بودن تا با این. و این به خاطر این نیستش که هر مردمی اینجوری هن. خب این نظمی که اینجا الان آدم میبینه، خب این یه بخشی حالتی که از اروپا برگرفته شده، حالا اونم حالا هم فرهنگ های خودمون بودن، هندو اروپایی بودن، سلیقه ها قدیم شبیه بوده، ولی اونا اون قومشون در اروپا شمالی میخواست که ارتششون این شکلی بشه به گذار چند صد سال. میخواست که این شکلی بشه، رفتن یونیفرماشو پیدا کردن، دوختن، درست کردن، این شکلی شدن و میگن که ارتش باید این شکلی باشه که سر و ته داشته باشه، صلابت داشته باشه، زنجیره فرماندهی داشته باشه، سر داشته باشه، ته داشته باشه، نقشه داشته باشه، هدف داشته باشه. کسی که این شکلیه خودش هم نمیدونه اصلا چی میخواد. و این درست همون برداشتیه یا همون اثریه که آدم از ارکان جمهوری اسلامی هم داره، یعنی دستگاه مافیایی بی سر و ته که فقط رو این توافق نسبی ولی گنگ، یعنی حتی اونم شفاف نیست، داره که یه جوری ما مثلا هر کسی مخالفت کرد میگیریم میکشیم تا فعلا بتونیم بیشتر مثلا بخوریم و اینا، اون وسط هم یه مقدار دعا و از این حرفا، حالا خودمون باور داریم نداریم، بقیه هم دارن ندارن فرقی نمیکنه، این یه سفره 14 قرنی مافیاست که ما توش نشستیم و میخوریم و با مصادره به مطلوب به خودمون تلقیم میکنیم که تازه کار خیرم داریم میکنیم. این بهترین حالت مافیاست. البته مافیا ایتالیا هم همونجوری، یعنی اونا هم به خودشون کوزا ناسترا میگن، یه مسئله به خودشون میگن ما مردان چیز هستیم، شرفمند هستیم تو مافیای جنوب ایتالیا. بررسی دوربرد نشون داده که اونم از بازمانده دوران اسلام اومده که سیسیلی رو گرفته بودن. یه حالت عجیب و غریب روحیه که یارو جنایت میکنه ولی جنایت خودش رو به اون فضیلت بهش نگاه میکنه، به اون یه کار خیر. حالا کاری نداریم، ولی مهم اینه که ما جنایتکار نازی و اینام داشتیم در اروپا که نظمش هر بیننده‌ای رو به هراس مینداخت قیافه ها. این مدل مافیای وارفته که اصلا ساختار انجامیش هم یه حالت، نمیخوام باشه حیوانی نه به کار برم چجوری بگم، یعنی هیچ گونه نظمی حتی چی توش نیست، این ویژه سیستم های اسلامی که همیشه ازشون به همین حالت میروی میاد بیرون تو این 14 قرن. نباید دست کمش گرفت، چون من چنان که تو جای دیگه گفتم مثل یه آمیب، مثل یه موجود خیلی عقب مانده نظر زیست شناختی، زنده زنده میخوردت اگه دقت نکنی، با یه برنامه کاری خیلی ساده مافیایی و همه رو بسیج میکنه افراد خودش رو که حالت حتی بدون فرماندهی مرکزی میاد و با موج انسانی میریزه و زنده زنده میخوردت. این توانایی رو داره، این فضیلت رو داره، یعنی تو این بی‌نظمی خودش، تو این آشوب خودش، دست کم به خاطر حرکت کانورجنت یعنی همسوی، همه میان یه هدف رو دنبال میکنن و زنده زنده میخورنت. ولی خب از داخل این هیچ وقت یه مقداری رسیدیم به حالا اون جلوه خواسته های اون 20-25 درصدی که در انجماد مونده بودن و بر نمیتابیدن، پیشرفت و روبه جلو رفتن و درست شدن کشور رو، و طبیعتاً با همچین مناظری و اهدافشون رسیدن. از بعد ظاهر بیایم بیرون حالا که به هر حال ظاهرم تو اندازه زیادی از درون مایه حکایت داره، بریم سراغ این که خب یک حکومتی افتاده، عده‌ای اومدن و قدرت رو گرفتن، یه دستگاه عرض طویل کشورداری است، یه تعداد زیادی وزارتخونه، سازمان‌های مختلف و عرض کنم خدمت نیروهای کشوری و لشکری و سیاست مثلا جریانات وزارت خارجه و هزار و یه چیز دیگه. جمهوری اسلامی هنگامی که به قدرت میرسه، مجموعی که ما به نام جمهوری اسلامی نداریم، یه سری آدم‌های پراکنده که سابقه مسجد و تکایا و حسینیه دارن، یه تعداد کارمندانی هستن که به هر حال گرایش به اصطلاح اسلامی یا انقلابی یا چپی یا مجاهد یا اینا داشتن که تو دستگاه هستن، میدونن که آقا باید دگمه رو اونجوری فشار بدن، اون دستگاه تلویزیون اونجوری کار میکنه، در این وزارتخونه فلان کس این کارو میکنه، در بانک مرکزی فلان گونه میشه، بعد این کارو انجام داد که خب کار اجرایی میانی است. میرسه به این که
شما باید این نیروی انسانی که در دستت قرار میگه بگه کار راه ببری از کجا آمده. ببینید اشاره کردی به بازرگان. بازرگان خب مقاطع کار بود، دوستانش هم که با خودش اومدن و اولین دولت به اصطلاح پس از انقلاب رو پیریختن زیر فرمان خمینی، یه سری بودن که تک و توکی پیمانکار و مقاطع کار بودن که زمان شاه اکثرا ثروتمند هم شده بودن. یه الفبای کارهای اداری و دیوان سالاری و بلد بودن، ولی با کارهای کلان شاد سر کاری نداشتن. بعد شما میبینید برای چند سال حزب توده که به هر حال کم و بیش در هر جای آدم داشت و نفوذی داشت میاد و شش دنگ از جمهوری اسلامی و از خمینی هواداری میکنه. تا سه سال مجاهدین و چریکا اینا هم که البته وزنه ای نبودن، حالا بعدا تو اون سه سال نیرو گرفتن، وگرنه سال 57 اینا وزنه ای نبودن هیچ کدومشون. اینا هم که کاملا در جیب حضرت آقا هستن برای رسیدن به امیالش. چگونه میشه اینم واقعا چیز جالبی است. آیا در جهان ما جای دیگر سراغ داشتیم تا اون هنگام؟ الان کار ندارم، الان 43 سال گذشته که معروف ترین و نیرومندترین حزب چپ، این حزب توده، کاملا تایید کننده مرتجع ترین طبقات مذهبی و رهبر مذهبی باشه و زیر پرچم او شعارهای عجیب و غریب بده که مثلا صادق خلخالی بشه رئیس جمهور، حزب توده از این پشتیبانی کرد. یا ارتش رو منحل کنید، ارتش رو منحل کنید. ببینید تا حالا تا اون هنگام، شرم از بود تاریخی میگم، سابقه داشته که اسلام و چپ، اونم چپ بسیار بسیار مشخص و آشکار مثل حزب توده، اینگونه با همدیگه باشن و در حقیقت چپ در اختیار جمهوری اسلامی باشه. برای حزب توده در صدا و سیما آدم داشت، تک و توکی تو ارتش آدم داشت، تو وزارتخونه آدم داشت، تو آموزش پرورش آدم داشت، حتما تو وزارت خارجه داشت و اینها خودشون خیلی کمک کردن که حکومت بتونه اصلا پا بگیره. چون حکومت جمهوری اسلامی تا وقتی جنگ را افتاد هنوز ثباتی نداشت، هنوز انسجامی نداشت، هنوز خیلی از چیزا رو نمیدونستن. اینا زندان‌ها آزاد شده بود، قاتلای حرفه‌ای مثل صادق خلخالی و هادی قفاری و نمیدونم موسوی تبریزی و لاجوردی اینا بیرون اومده بودن، همونایی که ساواک کرده بود تو سوراخ که میتونستن زنده زنده مردمو بخورن، اینا بیرون اومده بودن. اینا هم که طبیعتاً از گرداندن کار یک حجره در بازار آسی بودن و ناتوان بودن، چه بسه بخوان کشورداری بکنن. چگونه میشه؟ ببینید این تحلیل رو من میخوام بدونم، چگونه میشه برای نخستین بار ما واقعا داریم میبینیم چپ 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 کامل زیر بیرق اسلام میره و شعارهایی که میده از همه مذهبی ها در ایران در پشتیبانی از خمینی و استقرار جمهوری اسلامی تندتره؟ ببین دو سه دلیل داره. یکی اینه که بخش بزرگی از آدمای با سواد ایران روح شکست خورده یه موالیگری توشون تو این 14 قرن مونده، یعنی پس از اون دو سه قرن اول اون همه کتکی که خوردن و بردگی که کشیدن و اون پدیده استاکهلم سیندروم بر سرشون اومد، این تو روح خیلی هنوز هست. یعنی اینکه حتی در حزب توده هم میدیدی که فلانی که خیلی هاشون هم از خانواده های مذهبی میومدن، هنوز یه حس تجانس بیشتر میکنه با اون آخونده تا با یه دولت دنیوی شب برق در خود ایران. ممکنه خیلی از چپیاران بشنون باور نکنن، ولی اینا توی روانشناسی ژرف هست، نمادهایی که خود شخصم بهشون یهو آگاه نیست. مطلب دیگر اینه که دوباره اونم از اسلام بر اومده که ما اصلا چرا اینقدر توده‌ای تو ایران داشتیم؟ یعنی چرا به جای این که 90% مثلا سوسیال دموکرات داشته باشیم، مثلا مثل خود بختیار یا مثل قدیم و مثلا خلیل ملکی مثلا. چی؟ خلیل ملکی. خلیل ملکی چرا ما اصلا اینقدر توده‌ای و خلوچل داشتیم؟ مثلا چرا در کشور اروپایی وقتی که اینا حزبای چپ درست میکردن 90% میانه رو و معقول بود، 10% تند رو؟ چرا تو مال ما 95% تند رو و دیوانه بود، 5% میانه رو؟ این همون در حقیقت آشفتگی و تندروی و ایدئولوژیک اندیشیه که اسلام بنیاد داده. حق اندر باطل، جنگ علیه کافر،
از بین بردن طاغوت و بعد یه سری نمادها و الگوهای عجیب و غریب که ضد زندگی مرفه، ضد زندگی اشرافی، ضد برکشیدن بزرگی های انسانی است. یعنی خودشون هم از ذلالت خوششون میاد. که از نموناش مثلا شاید کسی باورش نشه، خودش هم شاید باورش نشه، همین آقای مثلا فرخ نگه داره. بری دقیق ازش بپرسی که تو چرا با اون دولت قبلی اون همه مشکل داشتی ولی با این، چجوری بگم این واژه رو دوست ندارم بگم، با این مدل زباله‌دانی انسانی که الان پیدا شده تو اصلا با این مشکل نداری. خودش هم نمیتونه برای توضیح بده. این همون موالی است که وقتی جلو چشمش نمیدن به بچهش و به خواهرش صد بار تجاوز کردن به گذار 200 سال قاطی کرده و خودش هم دیگه نمیدونه. فقط همه اینا تو یه چیز با هم توافق داشتن، نه تو دو تا چیز، یکی تو تندروی و دوری از منطق، یعنی همه ایدئولوژیک باشن، همه دیوونه باشن، همه حقا در باطل باشن، خدای نکرده کامپرامیس فکر منطقی اینا تو مغزش نباشه. دو، از بزرگی، نمود شکوه، پیشرفت انسانی، بزرگی انسانی روی گردان بودن و ذلالت رو به عنوان فضیلت شمردن. اینی که میگفتن ما با استکبار جهانی داریم میجنگیم، چپیامون رو میگم، نه مسلمانمون. این همون روح ذلیلیه که این موالیه و این شکست خورده و کلا اون مسلمونه به دست آورده. خودش فقط نمیدونه، خودش خیال میکنه داره یه فکرای چپی داره تعریف میکنه. چون یه چپی درست درمون، حتی مدل رادیکالش تو راست میگی چی کار داره، رفته با امام مثلا اونجا چی کار میکنه؟ گیروم امام اومده میخواد یه چهار تا نظامی هم اعدام کنه. حالا بسیار خوب، اوکی. این که مخرج مشترکش با او که خیلی کمتره تا با اون، اونجا داره چی کار میکنه کسی نمیدونه. چون در مثلا چی بودم آلمان مثلا قرن 18 یا 19 اگه یه درگیری میونی روهای چپ شده، چپ تو 18 که نبود، تو 19 اگه درگیری میونی روهای چپ میشود، حالا قرن 18 چیزایی دیگه داشتیم ولی بسیم کنم، درگیری میونی روهای چپ میشود و مذهبی و این وسط نیروهای ارتش مثلا یه دولت آمرانه و زورگو هم بود، چپی ها مشکل داشتن برن به مذهبیه توی اروپا، نمی کردن این کارو. یا منتظر کنار میموندن فقط نگاه میکردن، یا اگه میدیدن مذهبیه و اون قرن وسطایی داره پیروز میشه تعجب میکردیم، میومدن از اون نظامیه آمرانه دفاع میکردن، همونی که یه عمر ازش کتک خوردن. چون اینا از روح موالیگری یا مالی خولیا به چپ نرسیده بودن، بلکه از یه روح طبیعی که میخواست یه مشکلات اجتماعی رو یه جور دیگه حل کنه. این چپیه مثلا اون روزگار، حالا آقای کیانوری نامش در رفته وگن و همشون اون شباهت های بسیار داشتن، بخش بزرگشون دست کم، اون وقتی میگفت آقا فقط به هر قیمتی شده این استکبار اینجا از بین بره، نمیدونم این پوزه آمریکا بخواد، یه بار ازش میپرسی آقا پوزه آمریکا به خاک بماله ما برگردیم به قرن وسطی تو چیکار میخوای بکنی؟ ارتش رو کاملا خونسا کنیم، بازمانده های دولت پهلوی رو هم خونسا کنیم که کودتا و بازگشت به اون دیگه شده نباشه، بعد تو این زباله‌دونی انقلابی که ساختیم ما کار یه جوری از دست مسلمان‌ها خارج می‌کنیم. که البته خب این صحبت خیلی 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 خنده‌داریه، تو چون با 100,000 تا هوادار چجوری می‌خواد دست 15 میلیون نفر کار خارج کنی؟ حالا این یه مطلبه، ولی من حرفش رو باور نمی‌کنم که بگه من فعلا فقط می‌خوام کودتای نظامی نشه. نه، من ادعا میکنم تو خود کیانوری هم یه موالی بدبخت کتک خورده وجود داشت. یعنی یه آدمی که اون تصاویر ذلالت و حماقت رو میدید که بهش میگفت مخالفت با استکبار دیگه، چون هر چقدر که انسان اشرافی و زندگی برکشیده رو بکوبی و به ذلالت نزدیک بشی، دقیقا به همون روح موالی و اسلامی نزدیکتر میشی. شهرام جان، با توجه به اینکه قطعاً یعنی نه 99% 100% حزب توده از مسکو حرف شنوی داشت، جدا از مسائل شخصیتی و موالی بودن، اینو دستوری از مسکو نمیبینین که حکومت شدید رو تقویت کنید، زیر بالش رو بگیرید و کاملا در خدمتش باشید؟
چرا اونا هم تو مسکو اونا آش خودشونو میپختن و میگفتن حالا فعلا این دولت شاه که خیلی با آمریکا خوب همکاری میکرده و ارکان نظامیش هم داشتین، خدای نکرده یا برنگرد از این حرفا. ولی دستور از مرکز صادر بشه اگه با روح پیروان خیلی تناقض داشته باشه قابل انجام نیست. قابل من تو هر دستگاهی، مثلا دستگاه هیتلر بود که هیتلر که ولش میکردی که نمیخواست اینا رو تو اینجا بسوزونه و 10 میلیون نفر اونجا بکشه و 1 میلیارد نفر اونجا نفله کنه. ولی مثلا گزارش هست که آقای هیتلر وقتی داشت با فرمانده نیروهای زیر دریایی صحبت میکرد، گروس آدمیرال دونیت، یعنی بزرگ دریادار دونیت، دریادار 5 ستاره بود، یعنی آدمیرال 5 ستاره بود و اون هم خیلی راست و اینا بود، ولی از دوران شاهنشاهی مونده بود، این کارهای نازی مازی ها رو نمیفهمید نه قبول داشت. و هیتلر بهش گفته بود که آیا دریادار امکانش هستش که وقتی این زیر دریای ما کشتی ها رو غرق میکنن، بعد این ملوان های انگلیسی رو اینا که باقی میمونن به رگبار ببندیم به جای اینکه مثل که دونیس، آره دونیس گفته که دیوانه شدی پیشوا، جملهش این بود. چون گفت کنوانسیون ژنو نه فقط تضاد 100% داره، اصلا که با تمام اون شرف سربازی اصلا این مزخرفات چی داری میگی، مثل که اینجوری بهش گفته بوده تو نشست. یعنی وقتی دستوری که میاد با وجدان یا سیستم فکری اون بابا، حالا اون سیستم هیتلر بود که اینقدر همه میترسیدن و فلان و بیسار و اینها، ولی دونیتون اساسا براش مهم نبود بگیرن بکشن، که مزخرفات چی مرچ داره میگه، یعنی اینقدر که فرمان غیر قابل تحمل بود محکم زد تو دهن هیتلر. این تمام شد دیگه. دریادار دونیت همونه که روزهای آخر پس از خودکشی هیتلر جانشین او شد به عنوان رئیس کشور چند روزی تا موقعی که آلمان چک، چند روزی بعد توی نورنبرگ هم اشاره نکنیم 20 سالی گرفت. 20 سالی گرفت، حالا زودتر از موعد اومد بیرون یادم نیست دیگه، ولی چون مسئولیت داشت دیگه، مسئولیت بزرگ داشت، اینجوری الکی هم نبود. ولی منظورم اینه که تو اون سیستم که دیگه خیلی اون دیگه خطرناکتر و خلافتر از جمهوری اسلامی بود، یکی مافیایی سطح پایین نمیدونم جگرکیه، اون سیستم که اونقدر صلابت بود و خطرناک بود و وحشتناک بود و اینا، یارو وقتی فرمان میداد با روح یارو نمیساخت، میزد تو دهن و همون پیشواهه، میگفت چی داری میگی تو. بنابراین اگه دستورات عجب و غریبی هم از موسکو اومده و اینا له له زنان پیاده کردن، باشون 100% سازگار بوده. شما دستوریو که باش درون شکمت سازگار نباشه خیلی نمیتونی پیاده کنی، اونم تازه تو اون خاورزمینی ها که اصلا مسئله مثلا پیروی از زنجیر و فرمانداری اصلا قبول ندارن حرفا رو. اکادش ما تو سیستم آلمان بود که یارو مثل چی فرمانبرداری میکرد، بازم میگفت غلط کردی دیگه، چه برسه به اونجا. اونجا اگه دستوری که از مسکو میومد با وجدان این توده‌ای ما ناسازگاری داشت، آنن جلوش گرفته میشد. ناسازگاری نداشت. درست. درست. خب همه خوش بودن. آخر سر ما... از فروپاشی اونجا همه خوش بودن. رسیدیم به پایان برنامه. امیدوارم نشست آینده بتونیم به فازهایی که جمهوری اسلامی گذرانده، چون چند فاز تو این 43 سال بر جمهوری اسلامی گذشته، رو بهش بپردازیم و بعد در ادامهش در پی اون، حالا شاید نشسته باز پس از اون، بپردازیم که مخالفان چه کردن و چرا مخالفان به موفقیت نرسیدن یا ناکامی های اینجا اونجا نصیبشون شد، و یه مقدارم این دو مطلب رو باز کنیم تا بتونیم برنامه تحلیل رو کم کم به پایان برسونیم و بریم سراغ مباحث بنیادی ایران شهری. دقیقا این مسئله که الان برای بیننده ها باز بود، یکی دوره های پوست اندازی جمهوری اسلامی که چجوری از این حالت به اون حالت پوست انداخت، از این حرفا اومد تا اصلاحات و بعد از اصلاحات چی از این حرفا، مثلا چجوری این فکر را به سرش میزد، چرا این کار رو میکرد. و بعد مطلب مهم دومی دیگر اینه که این اپوزیشن داشت چی کار میکرد تو این 43 سال و آیا اینی که کاراش درست پیش نمیرفت واقعا به خاطر این بود که جمهوری اسلامی هر هفته 100 نفر رو میکش خارج از کشور و اونجا گفتار برای گفتن بسیار هست و پرسش های باقی مونده رو همه رو روشن میکنه و همه متوجه میشن که
تا چه اندازه تمامیت قوم ایران یا ملت ایران در حال حاضر تو این ورشکستگی مسئوله؟ بسیار بسیار عالی. همیانان ارجمند اگر میخوان که همیاری مالی بکنن به جنبش رنسانس ایرانی، مهر کنن به تارنمای iranianrenaissance.com برن، iranianrenaissance.com. در بخش همیاری میتونن کلیک کنن با پیپل یا کریدیت کارت به طور مستقیم، اونجا ستاپ بکنن، تنظیم بکنن که ماهیانه هر مبلغی که میخوان بدن، یا اینکه اگه میخوان یه بار پرداخت کنن پرداخت کنن. بسیار سپاسگزار از پشتیبانی دوستانی که تاکنون در این زمینه اقدام کردن. شرام جان سپاس بسیار، تا فرصت دیگر. بدرود همیانان ارجمند.